که استعدادهای جدید به انسان عرضه کنند. اومدند استعدادها رو بیدار بکنند و سمت بدند. تا قیدها، زنجیرها، اون چیزهایی که دست و پای بشر بسته شده و استعداداتش رو دچار خفقان کرده، اونها باز بشند. زنجیرها، برداشتن بارها، اقلال التی کانت علیهم، اون زنجیرها. گفتیم که وقتی قیدی از دست و پای انسان باز میشه، انرژی ها آزاد میشند و به این ترتیب تکامل فرد و اجتماع شتاب پیدا میکنه. حالا دیگه هر کس میتونه به تاریخ انبیا مراجعه بکنه و ببینه که چیکار کردند. نبود که در تاریک ترین دوران بشر اومدند، نبود در دورانی اومدند که خبری از انقلابیون امروزی نبود، نبود که در اوج دوران بردگی و بحبوحی اسارتهای انسانی اومدند. به راستی پیام آوران راستین سپید دمها بودند. آیا جز با ستمگرها وارد نبرد شدند؟ آیا جز از محرومین و رنجبران حمایت کردند؟ بله، در یک کلام اونها فقط هادی بودند، راهنما به جانب جامعه‌ای بی طبقات و توحیدی، جامعه سلم و سلام، آشتی و وحدت، یگانگی و رهایی. حتی ماتریالیست ها رو میبینیم، نویسندگان تاریخ جهان باستان، خودشون مغر هستند. در آغاز این نداها که قبلا گفته نداهای دوستی، برابری و صلح از جانب پیامبران، عقلای قوم و معلمان بشر بوده است. این مردان از جانب عموم مردمان روی زمین و از آرزو و اندیشه آنان سخن می گفتند. پس مبین خواستها و آرمانهای بشری بودند. پس اونها رو باید لعنت کرد که آیین‌های پاک رو به ناپاکی آلودند، منحرف کردند یا به قهقرا بردند. خود قرآن در این مورد روشنه: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اون کسی است که برانگیخت یک رسولی رو از میان مردم عادی تا نشانی ها رو بر اون بخونه، پاکشون کنه. کتاب، حکمت همین چیزاییست که صحبتشو میکنیم، یعنی چیزهای استوار درش داره، بهشون بیاموزه، روشنشون بکنه. آخه قبل از این لفی ضلال مبین بودند، گمراه بودند، آدرس بلد نبودند، سرگردان بودند. خب اگر انبیا رو هم از تاریخ منها بکنیم، اون وقت باید دید از تاریخ چه میمونه و در کجا هستیم. در دل های یاران، ای نور سحر بخشا.